حشر از چکامه بهمن و تاریخ سرایشش هم هست. 8 ماه بعد از آغاز اون جنبش پاریس 21 بهمن 1388 به همین نام در بهمن هم سرایشه و به مناسبت هم نامی با سالگرد انقلاب هم هست، نام شده چکامه بهمن. بله. و خطاب است به هم جواران دختران و پسران، همچنان که آغاز میشه شعر: دختران و پسران، های جوانان وطن، وطن از همتتون جان جوان یافت به تن. باره کردید به فریاد رسا پرده بین، که به 30 سال به هم بافته بود اهریمن. گرچه ضحاک به هر گونه شما را زد و کشت، گوهر جان شما ماند از آسیبی من. گوهری تافته در آتش زرتشت مهین، جانی از نور دل مانی و مزدک روشن. غیرتی یافته از بابک و یعقوب نصیب، ذهنی آموخته از حافظ و خیام سخن. درس آموخته از مدرسه فردوسی، یعنی ایران نسزد داد به دست دشمن. گوهری زاده و پرورده با آزادی و داد، در هم آمیخته با خاطره و مهر وطن. اینک از جنبشتون چشم جهان خیره شده است، دست خالی همه مردان و زنان ناایمن. داد خواهید دو دشخیم به دستان توهی، بانش این گونه به پیچت به تن جلد رسن. هست فریاد شما داد دل میهن ما، تندری روی افقها شده پژواک سکن. 8 ماه هست نیاسوده در این پیکارید، پیش از آن نیست نپیوسته به هر شیوه و فن. پاسخ دیدن روزان ستم از هر سوی، دخترانند کنون شیر دل و مرد شکن. زن که دیده است از این گونه به برنایی شیر، شیر زین گونه که دیده است در اندازه زن. با دل و هیمنه شیر نبوده است قضا، نعره شیر نبرخواست زاهوی ختن. این شگفتی نشگفته است از این نسل جوان، شیرزادند که خیزند ز دشت ارژن. نرهد خصم اگر کشت ندا و سهراب، ریشه برکندن او را سزاران بیژن. جنبش این گونه زن و مرد فراوان دارد، او به دشمن که گریبان بدرد تا دامن. خون بابک به رگ جان شما می جوشد، پرتوان است و جوان باز همیران کهن. لیکن این بار به پادفره خون بابک، این خلیفه است و خلافت که بپوشند کفن. این خلافت به مثل جنس بنایش شدن است، نیست تغییر در این ذات به جز ذوب شدن. جای آن است که در کوره این رستاخیز بشود آب و رود در دل دریای عدن. سازه تازه به باید که باشد اجداش باز و پیوسته به هنجار و نهادش ساهن. سازه جمهوری ایرانی و هر ایرانی بخشی از پیکرهش بافت و عضوی به بدن. همه یکسان، چه زن و مرد، چه کرد و چه بلوچ، همه آزاد به هر باور و هر شغل
شدن. عرب و آذری و ارمنی و زرتشتی، هر که از مام در این میهن نوشیده لبن. سه هزار است که ما ملت ایران هستیم، کرد و ترک و عرب و فارس، بلوچ و ارمن. دین رسمی است که بنماگه هر بیداد است، ویژه با این همه در میهن ما کیش و سنن. هر کسی با خردش باور خود را دارد، نرسد هیچ کسی را که بگوید نه تو من. مرد و زن با خرد و دانش اندوختشان، خود بدانند چه نوشند و چه پوشند به تن. دامن رشد وطن نیست به جز آزادی، کیست آزاد گر آزاد نباشد به سخن. تا که خورشید نپاشد همه جا گرمی و نور، چون شود بارور و سر همه دشت و دمن. بر که دهقان نبرد آب به هر جانب باغ، کی توانند ببالند گل و سرو و سمن. میبرند آل عبا بهره کار زن و مرد، ریش و پشمی که نیرزند به مشتی ارزن. خلق بی بهره و سرمایه ملیست نصیب، بر ددانی که دریغ است یابان یمن. قاتل نسل جوان وطن ایرانی نیست، گرچه با فارسی خوب هم آید به سخن. کرده با نام خدا قارت و کشتار چنان، که گریبان درد از شرم به خود اهریمن. دل و جان و جنمش آیت بیداد و دروغ، روی تن بافته با نام خدا پیراهن. دختران و پسران باز نخواهند آسود، تا از این خانه نروبند همه لای و لجن. باز آزادی و داد است همان خواستشان، توی یک سال گذشته است اگر زن بهمن. بود بیداد درختی به دو شاخ از شه و شیخ، پدران همتشون گشت یکان شاخ شکن. شاخه شیخ به جا موند و درخت بیداد. همت پاک شما تا کندش ریشه فکن. زود باشد صفی از کارگر و دانشجو، برکند ریشه این شعبده و لاف زدن. پیش این موج و خروشنده کار و دانش، چه کند هرزه دین پیشه گندیده دهن. دشمنی هست در این خانه که بومی شده است، شوربختی است که درمان شده خود درد و مهن. یک هزار است که در ماست، ولیکن بر ماست مهر و قهری به هم آمیخته گل با گلخن. جای هر بلبل و قمری است غراب و کرکس، باید این باغ بپرداخت هر زاغ و زغن. بهره جان جوان عاشقی و آزادی است، نه در کردن این عمر به سوک و شیون. نتوان دید به کفتار جمال آهو، نتوان گفت به خرزهره همانا سوسن. می سزد میهن فردوسی و رازی، روبد این همه چرک و خرافات خرد را رهزن. لیک خم نیست که خورشید برایان داریم، آفتاب است که تابیده کنون از روزن.
دبه ها گرچه در آن چنبر بودن ماندیم لیک صدها شده برداشته در راه شدن. بینم آزادی و آبادی ایران بزرگ جای این خار بنان بسته گل نو به چمن. جشن آزادی ایران شده بر پا پرشور در همه شهر و ده و خانه و کوی و برزن. از خلیج همه اشپاس همان تا گیلان از کرانهای عرف تا به لب رود تجن. پسران خنده به لب کرده تو انگشت فراز دختران کرده رها زلف پر از چین و شکن. زن سپس جنبش گسترده فرهنگی ماست و قبار از رخ تاریخ سراسر رفتن. کیست اکنون که در این رزم سلحشوران را بوسه بر دست و سر و رو زند از جانب من؟ پاریس 21 بهمن 1388 به خورشیدی. درودشان باد، درود بر جوانانمان و درود بر شما سراینده این واقعا چکامه زیبای بهمن. سپاسگزارم، خسته نباشید جناب آذرم. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آذرم درباره 14 اسفند سال روز درگذشت دکتر محمد مصدق در تبعیدگاه احمدآباد، از اصول اولیه قانون اساسی مشروطیت که ایرانی ها متساوی الحقوقند و همه قدرت از ملت ناشی می شود، تفاوت مصدق با دیگر شخصیت‌های بزرگ ملی ایرانی و جهانی، تبارشناسی مصدق، مصدق نامی ماندگار در تاریخ بشریت، فرق بسیار بزرگ مردمی که اساساً و اصولاً در یک محدوده تاریخی و جغرافیایی حقوقی ندارند با مردمی که حقوقی دارند و این حقوق از طرف مستبدان و سرکوبگران نادیده گرفته می شود. مردمی با خاطرات تلخ و شیرین و زیست در همدلی هزارها و صدها فراتر از همزبانی و همسازی ایران را ساختند. ملت ایران با انقلاب مشروطیت دارای حق شد و در جمهوری اسلامی حداقل حق هم از او گرفته شد. بزرگداشت مصدق به عنوان بزرگداشت نماد یک راه و روش برای دستیابی به حاکمیت ملی، استقلال و آزادی و سربلندی ملت ایران است. تا مادامی که اکثریت جامعه به حقوق شهروندی خیش باور نیاورد، هر متجاوزی میتواند به این حقوق مردم تجاوز کند و به همین دلیل راه مصدق همچنان جاری است. درباره انقلاب‌های کلاسیک گفتند انقلاب وقتی رخ می‌دهد که بالایی‌ها نتوانند و پایینی‌ها نپذیرند. جنبش ملی شدن صنعت نفت یکی از جلوه‌های تحقق حاکمیت ملی است. تاریخ زدایی و حافظه زدایی و تحریف تاریخ و مشوش کردن اذهان مردم با دروغ توسط غارتگران و قدرت‌های حاکم و عوامل مزدورانها، دو سروده اندوه‌گذاری و چکامه بلند بهمن توجه می‌فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.